امام صادق رو خیلی اذیتش کردن، تا 71 سال سنش رو نوشتن. 65 سال کمترین نقلیست، بعضی ها تا 71 سال هم نوشتن. شیخ الائمه بود دیگه، سنش زیاد. حضرت رو چند بار پشت مرکب دووندنش، چند بار پشت مرکب. پیرمرد شده بود، اون نانجیب رعایت نمی کرد. حضرت چند مرتبه نشست و بذار من یه نفس بگیرم، من بذار نفس بگیرم. همونجور که شنیدید تو روزه ها، یکی دو مرتبه خونش رو آتش پرد کردن، آتش زدن. که یه بار امام صادق علیه السلام وقتی که به کمک همسایه ها آتش رو خاموش کرد، نشست یه گوشه گریه کرد. گفتن آقا تموم شد دیگه، تموم شد دیگه، کسی هم به حمدالله لطمه نخورد که دیگه گریه نداره. امام فرمود نه، گریه هم برای این چیزا نیست. وقتی که آتش زدن، با اینکه من و چند تا از همسایه ها مردا بودن، بچه ها وحشت میکردن، این ونوبر میرفتن، با اینکه من آرومشون میکردم. یاد جدم ابا عبدالله افتادم که عصر عاشورا بچه هاش بودن، هیچ مردی نبود جز امام سجاد که تو خیمه بود، کسی نبود که بچه ها رو تسلی بده. اونا چی کار میکردن؟ اونا چی کار میکردن؟ دیگه مثل امروزی در نقل تاریخ هست که شلوغترین روز در مدینه بود بعد از رحلت پیغمبر، تشییع امام صادق. بعد از رحلت پیغمبر مدینه این جمعیت رو به خودش ندیده بود. عرض میکنیم یا امام صادق شما رو اینجوری تشییع کردن، اما دو نفر، یکی جدتون یکی جدتون، یکی امیرالمومنین رو یکی مادرتون زهرا رو، هر دوتایی تشییعشون مخفیانه بود، هیچ کسی نبود، زیر تا بود، یه چند نفر اندک. امیرالمومنین اون کسی که همه رو نماز خون کرد، فاطمه زهرا یه دختر از پیغمبر، وقت تشییع جنازهش انقدر غریبانه و مظلومانه، اما باز تشییع جنازه‌ای داشتن. ولی لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله اصلا تشییع نداشت، لباس کهنه بپوشید زیر پیراهنش، که خصم بدمنش برون نیاورد زتنش. لباس کهنه چه حاجت که زیر سم سطور، تنی نماند که جامه ببر کنند یا کفنش. دیگه تشییع نبود که، فقط رو بدنش اسب تاخته. بر سر این کانال مدداهی و سخنرانی ایران، کانال مدداهی آنلاین.